واکنش باور نکردنی احمد سعیدی با نشر این عکس. همچنان ده‌ها قاضی در جوزجان و بغلان برکنار شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. ده‌ها قاضی در جوزجان و بغلان برکنار شدند. طالبان ده‌ها قاضی را در ولایت‌های جوزجان و بغلان برکنار کرده و به جای آنها افراد وابسته به خود را گماشتند. پیشتر شماری از قاضیان حکومت پیشین با ارسال نامه و خبرگزاری پیک آفتاب از برکناری گسترده آنها از سوی طالبان خبر داده بودند. خبرگزاری پیک آفتاب به اسناد مربوط به تشکیلات قاضی های تازه معرفی شده طالبان در ولایت های بغلان و جوزجان دست یافته است. این اسناد نشان می دهد افرادی که به تازگی در این ولایت به عنوان قاضی منصوب شدند پیشوند مولوی دارند. به اساس این اسناد طالبان پاکسازی گسترده را در ادارات عدلی و قضایی این ولایت‌ها به اجرا گذاشته و تمامی قاضی‌های حکومت سابق را برکنار کردند. این پاکسازی شامل تمامی قاضی‌های دادگاه‌های شهری و استیناف مرکز و ولسوالی‌های این دو ولایت شده است. دادگاه عالی طالبان پیش از این از انتصاب قاضیان جدید برای چندین ولایت خبر داده بود. پیشتر شماری از قاضیان حکومت پیشین با ارسال نامه به خبرگزاری پیک آفتاب گفته بودند که طالبان اقدام به برکناری گسترده قاضی های حکومت پیشین و جاگزینی آنها با افراد طالبان کردند. در نامه ارسالی آمده بود که طالبان دلیل برکناری این قاضیان را غیر مسلکی بودن عنوان کرده بودند. این پاکسازی ها از ادارات مختلف در حال صورت می گیرد که پیش از این طالبان بارها اعلام کردند که کارمندان حکومت پیشین می توانند به وظایفشان ادامه دهند. در این حال احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش با نشر این عکس نگاشته است: با سلام، زمان در دوره ابتدایی در لیسه یخن اولیای ولسوالی تیوره ولایت غور درس می خواندیم. معلمی داشتیم از ملاهای محل ما بود، به نام ملا محمد آخوند، انسان نیک و خوبی بود. همیشه وقت در صنف صحبت میکرد زیادتر تکیه کلامش مثلا بود، اما اگر آن هیچ وقت فراموشم نمیشود که میگفت در دنیا هر چیز دیده شده بجز از دو چیز، که یکی قبر هندو است و دیگر قبر گرسنه. در آن زمان ما هم باور میکردیم، ولی امروز شنیدیم که کسی در ولایت بادغیز به خاطر فقر و ناداری خودکشی کرده است. شنیدم که کسی در بغلان خودکشی کرد و همیشه میشنویم که به خاطر فقر و تنگ دستی فرزندان خود را میفروشند. اما به خبر از امروز که حکومت روی کار میآید که زیر سایه عدالت اسلامی مردم از گرسنگی خودکشی میکنند و فرزندان خود را میفروشند، شاید هم امین آخر زمان باشد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.